شماری از فعالان سیاسی در عرصه انتخابات و رئیس سازمان صدا و سیما در نشستی 2 ساعته درباره کمیت و کیفیت تبلیغات و برنامه‌های انتخاباتی رسانه ملی به مشورت و رایزنی پرداختند. در این نشست که به دعوت مهندس درغامی و با حضور 14 نفر از داوطلبان ثبت نام انتخابات 11 ریاست جمهوری برگزار شد، استفاده کامل از ظرفیت تبلیغاتی شبکه‌های متعدد رادیو تلویزیونی رسانه ملی، زمینه ساز پرهیز از اسراف و هزینه‌های بیهوده در انتخابات ارزیابی شد. رئیس رسانه ملی در این هماندیشی رهنمودها و سیاست‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، از جمله تأکید ایشان بر اخلاق انتخاباتی و برنامه محوری را دو محور اصلی برنامه‌های اطلاع رسانی، تبیینی و تهیجی صدا و سیما اعلام کرد. آقای زرقامی با تاکید بر بی‌طرفی کامل رسانه ملی در انتخابات، از دیدگاه‌ها و پیشنهادهای فعالان سیاسی در زمینه برنامه‌های انتخاباتی صدا و سیما استقبال و ابراز امیدواری کرد. با همکاری فعالان سیاسی حقیقی و حقوقی، برنامه‌های رسانه ملی در ایجاد شور و نشاط انتخاباتی و زمینه‌سازی برای خلق حماسه سیاسی در 24 خرداد سال جاری تأثیرگذار باشد و حضور گسترده ملت پای صندوق‌های رأی فصلی به یادماندنی را در تاریخ مردم سالاری دینی رقم زند. رئیس رسانه ملی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد در آینده افراد دیگری نیز داوطلب نامزدی ریاست جمهوری شوند گفت، رسانه ملی متناسب با تعداد نامزدها برنامه دقیق انتخاباتی خود را اعلام خواهد کرد. در این نشست مشورتی شماری از فعالان سیاسی عرصه انتخابات نیز با بیان دیدگاه‌های خود درباره عملکرد و برنامه‌های انتخاباتی دوره‌های گذشته ریاست جمهوری، پیشنهادهایی درباره تبلیغات انتخابات رسانه ملی در این دوره انتخابات ارائه کردند که با استقبال آقای زرقامی روبرو شد. در این نشست آقایان باهنر، متکی، سبحانی، روحانی، حداد عادل، ولایتی، ابوترابی، سعیدی کیا، پور محمدی، محمد شریعت مداری، قالیباف، رضایی، کواکبیان و فلاحیان و رئیس ستاد انتخابات رسانه ملی حضور داشتند.